چطور به نظر میرسه؟ به نظرم خوب نیست. بهتر از اون ویدئویی که خودمون کار کردیم. وایستا بزنیم. داریم امتحان میکنیم. اویکومی از سورپرایز به هم میخوره دیگه. باشه. جوونا، من دارم میرم. مرت، این بار منتظر خبرهای خوبت هستم. داداش، حواست باشه. باشه اوزگار. واسه همه چی خیلی ازت ممنونم. منم همینطور. خدافظ. زود باش دیگه، تمرین کنی. چه تمرینی؟ چیزایی که میخوای به اویکو بگی رو باید بگی، باید قبلش تمرین کنی دیگه. باشه. من با تو چیزه، یعنی تو هم که میدونی نه اینطوری نمیشه، مزخرفه. باشه، آروم باش. پاشو یه بار پاشو. الان فرض کن من اویکوام. باشه. هرچی میخوای بگی رو اونطوری به من بگو. باشه. من قبل از اینکه تو رو بشناسم فکر نمی کردم بتونم عاشق کسی بشم. تو وارد زندگیم شدی و اون وقت همه چی رو عوض کردی. جلسه تموم شد بابا؟ تموم شد پسرم. یادم رفته بود امروز با تو باید صحبت میکردم. آره بابا، قرار بود صحبت کنیم. ازت فقط یه سوال میپرسم، ولی میخوام با هم صادق باشی بابا. یه جواب یک کلمه ای میخوام، منتظرم فقط بگی آره یا نه. راجب چیه؟ مصطفی خانواده منو کشته؟ الان وقتی به عقب برمیگردم و نگاه میکنم، برای اینکه عشقم به تو رو فریاد نزدم خیلی پشیمونم. با تو میخوام یه صفحه جدیدی باز کنم. اگه به رابطه ما یه شانس دیگه بدی، من خوشبخترین مرد دنیا میشم. معلومه که از دست تو خلاص شدنی نیستیم. بفرما، هر چی میخوای بگو. نقشه جدیدت اینه؟ برای اینکه به من نزدیک بشی از لیلا استفاده میکنی؟ اصلا تغییر نکردی. میدونستی همون غرور، همون خودخواهی. به توصیه میکنم از اینکه خودت بین مرکز باشی یکم دست بکش. بیخیال، نمیخواد حرفو بپیچونی. میدونم تو چی میخوای محمود. میخوای به بهونه دیدن لیلا تو خونمون نفوذ کنی و از من انتقام بگیری. آره؟ که اینطور؟ آهو، قربانی کردن آدم ها روش توه، نه روش من. من لیلا رو قربانی نمی کنم. در ضمن وقتی اسم اونو به زبان میاری مواظب باش. نگاش کن، محمود کلا بردار از من در مقابل خانواده‌ام محافظت میکنه. حالا که میگی لیلا بهونت نیست، پس دور و بر اون چه غلطی میکنی ها؟ چون که من عاشق لیلا هم. دروغ میگی. آهو خانم، تو نمیتونی هیچ کسی رو دوست داشته باشی محمود. تو فقط یه چیز رو تو زندگیت خیلی دوست داری، اونم پوله. بگو ببینم قیمتت چنده. آهو خانم اینجا چی کار میکنه؟ آهو، من فقط لیلا رو میخوام. کافیه محمود، منو خسته نکن. میتونی با این حرفای عشق و عاشقی همه رو گول بزنی و فریب بدی، ولی منو نمیتونی. اونی که باهات اون همه سال زندگی کرد من بودم. بابا منتظر یه جواب یه کلمه ای از شما. منتظرم بگین آره یا نه.
بابا حرفای تکین اورهان درسته. تو اورهانو کشتی که حرف نزنه بابا؟ بابا جواب منو بده. تو اورهانو کشتی؟ بابا 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 چشاتو باز کن. بابا بابا چشاتو باز کن. چنار بابا بزرگ چی شده؟ بابا بزرگ آقا چنار آقا فهمی که شون شده داشتیم حرف یهو حالش بد شد، اصلا واکنش هم نشون نمیده. وای خدای من. بابا بزرگ جون، بابا بزرگ صدامو میشنوی؟ الو بابا بزرگ، یه آمبولانس واسه امارتی کجابی میخوام. بله فهمی کجابی. آره بیهوش، آروم باشه آسین، آروم باشه. آره آره آدرس رو میدونید که یه آمبولانس میفرستید؟ باشه ممنون. باشه چنار لطفا یه کاری بکن. چنار لطفا بابا بزرگم نمیمیره، نگران نباش، نگران نباش. محمود شوهر سابق آهو خانومه. تو فکر میکنی همه چیز به تو مربوطه نه؟ فکر میکنی همه دنیا فقط اطراف تو میگرده؟ نمیتونی با این حرفا منو گول بزنی محمود. همه رو میتونی گول بزنی ولی منو نمیتونی گول بزنی. خب پس تو بگو، حالا که همه چی رو خوب بلدی تو بگو. الان من چرا اینجام؟ جوابش خیلی ساده است، برای انتقام گرفتن از من. مگه برای این نقشه نکشیدی؟ موفق شدی یه جوری وارد امارت بشی. آره درست میگی. میدونستم باور میکنی. متاسفانه داری اشتباه میکنی. اولش آره قصدم همون بود. تو جوانی من بودی، به خاطر تو من سالها تو زندان بودم. تنها خواسته من این بود که تاوان کارهایی که با من کردی رو پس بدی، ولی بعدن عوض شد. وقتی با لیلا خانم آشنا شدم، با یه حالی که قبلا نمیدونستم از خودم آشنا شدم، تبدیل به یه آدم متفاوت شدم. من عاشق شدم آهو. واسه اولین بار تو زندگیم عاشق شدم. باورم نمیشه. آهو خانوم و آقا محمود. خب باشه، ولی این آدم تا خونه و خونواده ما جلو اومد. چرا آهو خانم مخفی کرد که قبلا ازدواج کرده؟ حتما یه چیزایی هست، من اینو باید بفهمم. باهاش حرف میزنم، این دفعه نمیتونه ازم فرار کنه. سلام، هیچ معلومه چی کار میکنی؟ مرت عذر میخوام، خیلی ببخشید، من یهو کنترلمو از دست دادم. انقدر خوب نگاه میکردی که من داشتم به اویکو فکر میکردم. چرا نمیخوای بفهمی؟ واقعا معذرت میخوام، واسه یه لحظه متوجه شدم اویکو چقدر خوش شانسه. سلام، از اینجا برا، زود باش. مرت عذر میخوام، از حدم گذشتم میدونم. یه روز واقعا همدیگه رو میبوسیم مرد، من میدونم. سنم حق داشت، درست میگفت. باشه ولی مرد چطور میتونه همچین کاری کنه؟ چطور میره با اون تو رابطه؟ اویکو داشتم رد می شدم یهو دیدمت. اینجا چی کار می کنی؟ باید یه چیزی رو می بردم کافه. ولی این راه برگشت از کافه است. حق داری اوز، من نمی دونم دارم کجا میرم. اویکو چیزی شده؟ یعنی اگه کسی ناراحتت کرده بهم بگو، فوراً حسابشو میذارم کف دستش.
تو واقعا منو دوست داری آهوز؟ یعنی اگه بدونی عقلتو از دست میدی. ببین بی خودی منتظر نمونیم، فوراً عقد کنیم و ازدواج کنیم. تو جدی میگی؟ آره، واسه منتظر بودن دلیلی نداریم. یعنی عقد فوری میکنی؟ ازدواج میکنی. تو هنوز نرفتی شوکت؟ آیسل تو رو خدا به خودت بیا، طلاق یعنی چی؟ ما بچه همون بزرگ شدن. یعنی خیلی به فکر بچه هاتی؟ اینقدر واسط آسونه آیسل؟ گفتی آسون؟ تو به کاری که با من کردی میگی آسون شوکت؟ به خاطر قمار بازیت زندگی ما خراب کردی، هرچی داشتیم از دست دادیم شوکت. باشه اشتباه کردم، قبول میکنم، ولی نباید انقدر تاوانش سنگین باشه. فقط قمار که نیست شوکت، رفتی جلوی در آهو اونو تهدید کردی. هیچ وقت انقدر از آهو خجالت نکشیده بودم. اینم کافی نبود، اونا اومدن دم در خونمو تهدیدمون کردن. تازه میاد جلو میگه آسونه. تو اصلا زندگی رو جدی نمیگیری شوکت. تو به اونا فکر نکن، اونا دیگه نمیتونن بیان اینجا. نمیان چون که تو دیگه تو این خونه نیستی. دیگه نمیخوام ببینمت. جدی جدی میخوای شوهره چند سالتو بیرون کنی؟ گفتی بچه ها بزرگن. آره همون دیگه، دخترمو از سره رو نیوردم، نمیذارم اونو تو خطر بندازی. وسایلتو جمع کن از اینجا برو. این حرف آخرته؟ میگم گمشو برو، نمیخوام ببینمت. حرف آخرم همینه. شورشو در آوردی آیسل. من عوض شدم و حس من نسبت به لیلا منو خیلی عوض کرد. دیگه نمیخوام ازت انتقام بگیرم، حتی دیگه اصلا مهمم نیستی. چرا احتمال این که از این به بعد میتونم یه زندگی خوب داشته باشم و با اینا خراب بکنم ها؟ من دست کشیدم و از نفرت و انتقام از همه چیز دست کشیدم. به نظرم تو هم دست بکش. تو میخوای دست بکشم؟ بعد از این همه عذابی که دادی حالا میگی دست بکش؟ من میدونم چه کارایی کردم آهو، پشیمونم هستم بابت همش. تاوانشونو با 20 سالی که تو زندان بودم پس دادم. بس دیگه، من تاوان اشتباهمو با جوونیم پس دادم آهو، از همش گذشتم. از این به بعد فقط دو چیز واسه من مهمه، یکیش لیلایه و بعدشم دخترم. میخوام پیداش کنم. دخترت که میخوای پیداش کنی؟ دخترتو برات آوردم دیگه، باهاش آشنا شدی. من خیلی خوب میدونم این یه نقشه است آهو. دخترم الان توی امارته و اونو از من مخفی میکنی. نگران نباش آهو، من دخترمو میگیرم جلوش، وای میستم و مثل مرد بهش میگم که من باباشم. این مزخرفات چیه که داری میگی؟ دخترت توی امارت نیست. آهو بس دیگه، یکم دروغ نگو. من واقعیت رو میدونم، میدونم که آسین دختر منه. آسین؟ آره. پدر آسین یالچینه، فهمیدی؟ این نقش بازی کردن تو بذار کنار، فکر میکنی من گول اینا رو میخورم؟ میخوای باور کن، میخوای نکن. بله آسین، بابا فهمی؟ الان میام. آهو کجا؟ عجله داره کجا میره؟ دقیقاً وقتشه. میفهمم که اینجا چه خبره. چیزی یادت رفت؟ آهو نیست. من با
باهاتون یه عالم صحبتای طولانی دارم آقا محمود. اویکو پس تو کجایی؟ باید خیلی وقت پیش می اومدی. یعنی بهش زنگ بزنم؟ دقیقا منطقی ترین راهه. خاموشه. واقعا این دختر نمیخواد بیاد. منتظر بودن خیلی سخته. اویکو، مرتی که تو بودی؟ چه خبر داداشی؟ اویکو هنوز نیومده؟ نه داداش نیومده. ببین ساعت چند شده؟ اگه تا این ساعت نیومده دیگه نمیاد. مطمئنم اینجا این احمقا وایستادن. منتظرش هم آخه. خب باشه، فوراً هول نشو. حتما کاری داشته و باید میرفته تا جایی. نمیاد داداش، بی خودی؟ خودتو خسته نکن. هر کاری از دستت برمی اومد کردی و این خونواده رو تا تونستی از بین بردی. این یکی رو نمی بخشم. اویکو، اومدی دخترم؟ آره مامان. دخترم با عجله کجا رفتی؟ آدم یه خبر میده، دلم هزار رفت. چیزی واسه نگرانی نیست مامان جون، با عوض بودم. چیزی شده؟ نه، هیچ مشکلی نیست. دخترم تو میگی مشکلی نداری، اما وقتی تو رو میبینم قشنگ میفهمم یه چیزی شده. والا نه مامان، هیچ مشکلی ندارم. من راستش از هیجان یکم... هیجان واسه چی؟ چیزه، ما با اوزی تصمیم گرفتیم. چه تصمیمی؟ تصمیم گرفتیم بدون منتظر بودن ازدواج کنیم. دخترم، مگه میشه با این عجله ازدواج کرد؟ آخه چرا؟ خیلی هم خوب میشه مامان. حالا چرا اینقدر عجله دارین؟ من اینجا یه چیزایی داشتم. آخرش منو دیوونه میکنی اویکو. ها اینجا. مامان جون به هم اعتماد کن. من میخوام بدون اتلاف وقت ازدواج کنم. تو هم واسم خوشحال باش. دخترم، خوشحال بودن من مهم نیست. من فقط میخوام تو خوشحال باشی. آخه چه عجله یه دخترم. میشم مامان، ما الان میریم وقت بگیریم. تو هم آمادگی ها رو شروع کن. دخترم ببین انقدر عجله نکن، یکم دیگه با نامزدت وقت بگذرون تا اونو بهتر بشناسی. لازم نیست مامان، من به اندازه کافی شناختمش. خدا کنه کار درست انجام بدی اویکو. این چه زندگیه دیگه؟ قرار بود من از خونه بیرون کنی؟ به این راحتی گفتی ازم طلاق میگیری؟ آخه الان کجا برم؟ نه پول دارم، نه لباس، نه جایی واسه خواب. الان کجا میتونم برم؟ ای وای. اگه اینا منو ببینن حتما منو میکشن. تیکه بزرگم گوشمه. میخوام همه یه حقیقتا رو به هم بگی. نفهمیدم واسه چی کنجکاوی. شما کی هستین؟ و چرا وارد این خونواده شدی؟ چرا اینا رو از من میپرسی دختر؟ چون دارم سعی میکنم از خونواده محافظت کنم. چون از همون اولی که دیدمتون بهتون اعتماد نداشتم. خیلی خوب پس. لطفاً بفرمایین بشینین. خب الان هر چی بخوای میتونی ازم بپرسی. همه چی رو صادقانه جواب میدم. درسته که قبلا با آهو خانم ازدواج کرده بودین؟ ببینم تو اینو از کجا میدونی؟ یعنی انکار نمی کنی؟ نه، انکار نمی کنم. آره، یه ازدواج بعدی که آخرش هم خوب نبود. جدا شدیم بعدش. من از اینجا جدا شدم. رفتم یه جای دیگه. رفتم خارج از کشور. راجع به اونم تحقیق کردم. افتخار میکنم که انقدر پیگیر من هستین. خب آخر تحقیقتون چی پیدا کردین در موردم؟ خب بهتره بگم چیزی پیدا نکردم. یعنی شرکتی که شما میگین توی ایتالیا وجود نداره. همه رو دروغ گفتی. از شما باید ترسید دنیز خانم. آقا محمود، چرا دروغ گفتی؟ آروم باش، عصبانی نشو. اولش گفته بودم که کاملا صادقانه به سوالاتون جواب میدم. همین کارم میکنم. شما راست میگین،
خارج از کشور من شرکتی نزدم. یه دروغ کوچیک و معصوم بود. به نظرم خیلی هم کوچیک نبود. چرا همچین دروغی گفتین؟ واسه پیدا کردن دخترم. دخترتون؟ آره. وقتی جدا شدیم آهو باردار بود، ولی به من نگفته بود. خیلی سخت تحقیق کردم، آخرش فهمیدم و تصمیم گرفتم که دخترم رو پیدا میکنم. خب از آهو خانم میپرسیدی؟ چقدر مشخصه که نمیشناسی آهو رو. فکر میکنی نپرسیدم؟ نگفت. منم یه نقشه کشیدم. نمیتونم بگم نقشه من خلاف اخلاق بود یا نه، ولی نیت من بد نبود. نقشه کشیدم که با لیلا خانوم آشنا بشم و به آهو نزدیک شم، چون میخواستم دخترمو پیدا کنم و پیداش کردم. دخترتونو پیدا کردی؟ آره، دخترم تو امارت آسین. اون دختر منه. آسین؟ بله. مامان مام بریم دیگه، چرا اینجا دست و پا بسته نشستیم آخه؟ خب حداقل یه خبری باید بیاد. باشه، ولی بابا بزرگم تنهاست اونجا. مگه میشه دخترم چنار کنارشه دیگه؟ مامان بابا بزرگم چیزیش نمیشه نه؟ بابا بزرگم نمیمیره. دخترم اینطوری فکر نکن، بابا بزرگت خیلی قویه، هیچیش نمیشه. ببین چنارم زنگ زد. بله چنار. چطور؟ بابا؟ چی شده؟ بابا بزرگم خوبه؟ باشه باشه چنار. مامان بگو دیگه چی شده؟ بابا بزرگم خوبه؟ سوزان. بله خانم. اتاق بابامو آماده کن. آقا فهمی خوب شده، خدا رو شکرت. وقتی فرستادنش خونه یعنی بابا بزرگم خوبه، چیزیش نیست. مامان. بابام فلج شده آسی. چی؟ آه عشقم، میخواستم بگم برام بریز، ولی نه عزیزم نمیخواد بریزی. متاسفانه این بار نمیتونی بهم دستور بدی. بدترین قسمت حاملگی همینه، تا 2 سال نمیتونم هیچ مشروبی بخورم. در حالی که این همه چیز واسه جشن گرفتن هست. عشقمون، بچه‌مون، دیگه چی واسه جشن گرفتنه؟ زندگی شاید سورپرایزهای دیگه هم داشته باشه. بله آسین. بابا فوراً بیا خونه، یه اتفاق خیلی بد افتاده. بابا بزرگم اصلاً خوب نیست. بابا بزرگت چه شده؟ بابا بزرگم خونه حالش بد شد، بعدش چنار اونو برد بیمارستان. بابا بزرگم فلج شده. خواهش میکنم زود بیا خونه، خواهش میکنم. باشه دخترم آروم باش، من الان میام. باشه. بازم آسینه نه؟ به خاطر یه موضوعی حتما باید بری امارت. عزیزم بابام حالش بد شده، باید برم امارت. جدی میگی؟ فکر نکنم آسین بزرگش کرده باشه، ولی باید برم یه سری بزنم. منو بی خبر نذار، نگران میشم. باشه باشه. خیلی واسه اومدنش هیجان داشتم ازگر، میگفتم قطعا میاد، ولی من یه احمق به تمام معنا. نه داداش حماقت از تو نیست. سنم مگه اینطور نگفت که خیلی احساساتی شد و قطعا میاد دیگه؟ پس اشتباه بود.
یه نگاه به ساعت بنداز، اگه تو الان نیومده دیگه نمیاد. تلفنش هم که خاموش کرده. برای اینکه زنگ نزنم اینطوری میکنه. چرا خودم گول بزنم؟ مطمئنم نمیاد. الان میخوای چی کار کنی ها؟ والا کاری نمیشه کرد اسکار. باید برم خونشون. آره. اگه من اینطور اینجا منتظر بمونم دیوونه میشم. خب مرد، بهتر نیست انقدر بهش فشار نیاری. شاید اویکو برای نیومدنش یه دلیل منطقی داره. حالا هرچی چه فرقی میکنه؟ میگی باهاش حرف نزنم؟ ها؟ خیلی خوب، حالا که اون نمیاد بهتره من برم پیشش. بهترین کار اینه. گزارش سلامتی هم دادی. خیلی ترسیدم که نکنه چیز مزخرفی در بیاد. البته سلامتی هم مهمه. ام بیخیال سلامتی، من نترسیدم که مریض باشم، ترسیدم چیز مانع ازدواجمون شه، ولی خدا رو شکر که نشد. روز عقد بگیریم و سالون رو رزرو کنیم و همه چی اوکی میشه. فهمیدی؟ چه سالونی؟ سالون عروسی هایی کن. من با آشناهامون صحبت کردم، قیمتش هم اوکی کردم، فقط مونده تاریخ عقدمون باشه، اونم حل میکنیم. اوز من عروسی نمیخوام. یعنی چی که عروسی نمیخوام؟ یعنی چی؟ با عقد خالی ازدواج میکنیم؟ اینطور نمیشه. بدون رقص و شادی با یه عقد خشک و خالی آخه نمیشه. عروسی، ماه عسل، من هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. حتی محضر نریم، عقد بیاد خونمون عقد کنیم. میخوام بین خودمون یه چیز ساده باشه. یعنی راستش انتظار اینو نداشتم، ولی حالا که عروس خانم اینطور خواسته حرفی برای من نمیمونه. باشه، همین کارو میکنیم. اینطوری بهتره. مطمئنین که آسین دختر شماست؟ خب معلومه دیگه، تنها دختر آهو آسینه. سنشم میرسه، راه دیگه ای نیست که. شما سال چندم از آهو خانم جدا شدی؟ سال 1999 بود. ممکن نیست آسین دختر شما باشه. چرا؟ چون آسین متولد 2001. مطمئنی؟ آره، آسین از من 2 سال کوچیک‌تره، یعنی متولد 2001. بهتره واسه خودتون یه دروغه بهتر پیدا کنی. آیا آسین دختر من نیست؟ دختر من کجاست؟ ببین، من دروغ نگفتم، فقط میخوام دخترم رو پیدا کنم، مشکل دیگه ای ندارم. برای همین با تکین همکاری کردی؟ اونم میدونی. پس درسته. آره، این کارش نمی کنم. من چرا این کار کنم؟ خب موضوع چنار، مسئله خود تکین و من، فقط برای وارد شدن به امارت کوجابی از اون کمک میگیرم. همین که تکینم قصد بدی نداشت، همه چیو واسه رسیدن به برادرزادش کرد. فکر کنم چیز دیگه ای واسه صحبت نمود. دنیز خانم، مطمئنی آسین متولد 2001؟ خیلی امیدوار شده بودم که آسینه. اگه آسین دخترم نیست، پس دختر من کجاست؟ آقا محمود، من نمیتونم به شما کمک کنم. تنها خواسته که من از شما اینه که به خونوادم آسیب نرسونی. الو عزیزم. چی؟ چطور چنار؟ چرا به هم نگفتی؟ چرا زنگ نزدی؟ باشه، باشه من میام. من باید برم. چی شده؟ اتفاق بعدی افتاده؟ روز بخیر آقا محمود. اینجوری زود که رفت حتما اتفاقی افتاده. تو امارات مشکلی پیش اومده حتما. زنده داشت. بابا بزرگم چش شده. آسین جون. آسین جون، بابا هوشیاره، ما هرچی بگی میشنوه و میفهم. آی ببین چطور نگاه میکنه. بابا بزرگم حتی حرکت نمیتونه بکنه. سوزان خانم،
توی بیمارستان کارهایی لازم رو انجام دادن. مشکل قلبی نداره. ولی نمیدونم چرا از وقتی به هوش اومده اینطوریه. دکترها معاینات لازم رو انجام دادند. ولی چیزی راجع به نتیجه نگفتن. منم فکر کردم توی امارت بهتر از بیمارستان بهش میرسن، برای همین آوردمش. چنار، بابا بزرگم خوب میشه نه؟ از اینجور نگران نباش. اگه حالش بد بشه میبریمش پیش متخصصای دیگه. هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. باشه بابا جون، چطور همچین چیزی ممکنه؟ من تا وقتی که زندم از شما مراقبت میکنم. شما اصلا نگران نباشید، همیشه کنارتون میمونم. بابا؟ بابا؟ بابام چه شده؟ بابا؟ بابا بزرگم فلج شده. آه بابا جون. سوزان. بله آهو خانم. بابا رو ببرین تو اتاقش. چشم خانم. من کمکت میکنم زن داداش. خیلی خوبه. بابا. تا کی میخوای ازم فرار کنی؟ یا اینجا یا اونجا فرقی نمیکنه. آخرش باهات حرف میزنم. چه خوب حلش کردیم. والا من فکر میکردم که بیشتر از این طول بکشه. اویکو؟ این مرتی که اینجا چی کار میکنه؟ مرت، اینجا چی کار میکنی؟ باید با هم حرف بزنیم اویکو. ما هیچی واسه صحبت کردن نداریم. خواهش میکنم. نمیخواد صحبت کنه. بیا حرف بزنیم. دختر رو ول کن. میگه حرف نمیزنم. نمیشنوی؟ داداش تو بکش کنار. باشه میگم میخوام با اویکو حرف بزنم. با زنم میخوای راجع به چی حرف بزنی؟ گفتی زنت؟ از چی حرف میزنی؟ واسه تاریخ تعیین کردیم و این جمعه ازدواج میکنیم. البته تو اون موقع زن آینده محسوب میشه. تو هر چی میخوای بهش بگی رو بیا به من بگو. فهمیدی؟ این درسته؟ قراره عقد کنی؟ اوز زود باش بری. به روی چشم. بله میفهمم. البته شما هر کاری از دستتون بر بیاد انجام میدید، ولی اگه پیشرفتی اتفاق افتاد بهم خبر بدید. خیلی ممنون. روز شما هم بخیر. بازم ممنون. وکیل چی میگه تکین؟ میتونه پسرمو نجات بده؟ تو هم شنیدی نوران، گفت هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده، ولی کارایی هم که از دستش بر میاد محدوده. آخه پسر یه خلافکار حرفه‌ایه. یعنی چی؟ الان پسر من توی زندان میپوسه؟ یعنی ما داریم اونو از دست میدیم همینطوره؟ باید فکرشو میکرد که کارا به اینجا ختم میشه نوران. پسرمو باید نجات بدی تکین. جرمش مشخصه، قانونم صریحه. من چی کار میتونم بکنم نوران؟ تو هر وقتی که بخوای هر کاری که بخوای میتونی بکنی. این دفعه من انجامش میدی، پسرمو نجات میدی. پسرم نمیره زندان. حرف آخرم همینه. آسین، بابا فهمی چه شده؟ سکته قلبی کرده. بابا بزرگم فلج شده دنیس. خب الان کجاست؟ بالا توی اتاقشه. بابا. بگو دخترم. بازم نمیری مگه نه؟ با ما اینجا میمونی؟
وقتی این همه اتفاق بد میفته من نمیتونم تحمل کنم که تو منو تنها بذاری، ناراحت میشم. دختر خوشگلم، تو الان به این چیزا فکر نکن، همه چیز روبرا میشه، باشه؟ بعد از سکته قلبیم قصر در رفتی فهمی کجا بی، ولی اصلا امیدوار نشو، نمیذارم سالم بمونی، فقط وقتی که تو بمیری همه چی درست میشه. سوزان داروهای بابامو بیار. من به دکتر بابام زنگ میزنم، هرچی برای مواظبت ازش لازم باشه انجام میدم، ولی باید اول دکتر اونو ببینه و معاینش کنه. خیلی خوب میشه زنده داشت. بابا فهمی؟ چنار چجوری شد؟ سعی کردم با بابام صحبت کنم، سوالاتی راجع به گذشتم پرسیدم، حرفای اورهان آکسو رو گفتم. قبل از اینکه جواب بده از حال رفت. تو خوبی؟ نمیدونم، من هیچی نمیدونم دنیز. دنیز من نمیدونم باید چه احساسی داشته باشم و چی کار کنم، هیچی نمیدونم، حسابی کلافم. متوجه، میبینم چقدر برای تو سخته، ولی چنار هرچی هم باشه بازم اون بابای توه. یا شایدم بابای کسی که خانواده منو کشته، یه مرد بیرحم که سعی کرد جنایت اونو مخفی کنه. دنیز خیلی نزدیک شده بودم، داشتم همه چی رو میفهمیدم، یه ذره مونده بود بفهمم کی خانوادمو کشته، ولی بازم نشد. بابا فهمی محکوم به اون صندلی شد و منم محکوم به ادامه راهی که درست و غلطش رو نمیدونم دنیز. نه چنار، همچین اتفاقی نمیفته. من بهت قول میدم حقیقتو میفهمیم، فقط یه مدت باید آروم باشیم. خواهش میکنم لطفا قبل از اینکه چیزی بدونی با خشم حرکت نکن. حق با توی دنیز، باید آروم باشم. اجازه میدید میخوام به بابام سر بزنم. قبل اینکه بابا رو ببینی باید یه صحبتی داشته باشیم توی حیاطم. حالا پدر جون چطوره؟ خوب نیستن امو؟ هنوزم باورم نمیشه، عین کابوس. کاش که بتونم بیدار شم عزیز دلم. مرد خبر داره؟ فکر کنم نداره، چون فکر کنم کسی زنگ نزدش. من زنگ میزنم. اوف، واقعا داره ازدواج میکنه، هم منو و هم همه چیزایی که با هم تجربه کردیم و پاک میکنه و میره با یکی دیگه ازدواج میکنه. واقعا کویکو، بعدم بهت مژدگونی میدم مامان جون. مامان چی میخوای بگی؟ چی؟ بابا بزرگم. چی کار کردین؟ همه چی رو حل کردیم مامان جون، تاریخ عقدو گرفتیم، این جمعه امضاها رو میندازیم انشالله. آخه اینقدر زود؟
والا ما هم تعجب کردیم که این هفته است، ولی خوششانسیم. حتما مسئول برای این جمعه وقت داده. هرچی خیره پسرم. پس سود باش برو به مامانت اینا خبر بده. مطمئنم اونام خیلی تعجب میکنن. حق با شماست مامان جون. پس من با اجازتون میرم. میبینمتون. میبینمت پسرم. میبینمت. الان فکر میکنی واقعا این کار درسته؟ مگه میشه اینقدر زود آدم بره عقد کنه؟ مگه چیه مامان؟ چه 4 روز دیگه، چه 4 ماه دیگه، چه فرقی میکنه؟ ای بابا، این چه حرفیه؟ دخترم، چیزی که تو میگی با 2 تا امضا نمیشه. من چطور به این همه آدم خبر بدم؟ چطور بگم بیان عروسی دخترم؟ نیازی به آماده شدن نیست مامان. عروسی در کار نیست، توی خونه یه عقد ساده است. یعنی وضعیتی نیست که تو مضطرب بشی. آها، خیالم راحت شد الان. مشکلای من که یکی دوتا نیست. باباش از یه طرف، دخترش از یه طرف. عاقبت این دختر خدا میدونه چی میشه. لیلا خانم، آقا محمود اومدن. خوش اومدین. آها، سلام علیکم. ببخشید من بی خبر اومدم، امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. نه، فقط یکم تعجب کردم. آها، من به خونه مونی زنگ زدم، گفتن که شما اینجایین. راجبه یکی دو تا کار سوال داشتم. من گفتم که بیام یه سری بزنم بهتون. این واسه شماست. خیلی خوشگلن، ولی نه به اندازه شما. بفرمایید. ممنونم، دستتون درد نکنه. من لیلا خانم، در حد من نیست، ولی تا نپرسم آروم نمیشم. میبینم که یکم ناراحتین. امیدوارم کسی مشکل نداشته باشه. پدر جون حالشون خوب نیست، فلج شده. واقعا؟ ای خدا، ناراحت شدم. بلا بدور. خیلی ممنون. منم گفتم کارو اینا، ولی الان زمان مناسبی نیست. من پس با اجازتون رفع زحمت میکنم. نه، لطفاً بمون. مطمئنین؟ خب باشه، پس توی حیات خونه هم میتونیم کار کنیم. خب البته میشه. خب راجبه چی میخواستی با هم صحبت کنی؟ با اورهان حرف زدم. سیر تا پیاز قضیه رو گفت. قاتل خانواده مصطفی بوده، داداش تو. بابای من فلج شده. بدون حرکت اون وقت تو داری از این جور چیزا صحبت میکنی؟ ول کن تو رو خدا. گفتی خانواده ما تو کشتی، چرا بهم دروغ گفتی؟ خیلی ساده است، واسه عصبانی کردن تو. نکنه تو اینو باور کردی؟ داداش، منو دست به سر نکن، یه توضیح واقعی بده. چرا همچین کاریو کردی؟ یه توضیح واقعی میخوای؟ باشه. بابام نصف اموالمو خواست بده به تو. نتونستم قانعش کنم که این کارو نکنه و نتونستم قبولش کنم. هر کی هم جای من بود همینطوری میشد. اینکه تمام دارایی تو با یکی قسمت کنی اصلا آسون نیست. گفتم شاید یه حرکت شرافتمندانه انجام بدی و گمشی بری، ولی میبینم که اصلا به درد نخورده. عشقم، برگشتی؟ چطور برگرده؟ هرچی باشه دخترش زنگ زده. وقتی آسین زنگ بزنه همه چی متوقف میشه. شایدم زیر سر اون آهوی جادوگر باشه. باید یه راهی پیدا کنم. یه دقیقه، من چرا سعی میکنم آسین از رابطمون خبر نشه؟ Thank you.
الانی چرا به من زنگ میزنه؟ بله آسین جون سلام، ببخشین مزاحم میشم ولی... آره مزاحم میشی الا، چیه؟ چی میخوای ازم بگو؟ میخوام باهات راجع به یه موضوع مهم حرف بزنم، اگه وقت داری همدیگه رو ببینیم. من اصلا وقت ندارم الا، نمیتونم با تو سر کله بزنم. ای خدا ابله، دیگه کار و زندگی ندارم با تو سر کله بزنم. اینو ببین چقدر لوسه، نمیدونی با کی طرفی دختر. آه بابا جون، من هیچ وقت شما رو تنها نمیذارم. بابا بزرگ، بابا بزرگ، حالتون خوبه؟ حالش چطوره؟ اصلا خوب نیست مرد. ولی خوب میشه مگه نه؟ دکتراش که میگن امیدی نیست مرد. نه 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 نه، بابا بزرگ من خوب میشه، اون خیلی قویه. بابا بزرگ گوش کن، خوب میشی، حالت خوب میشه، دوباره سر پا وای میسی. تو هم خیلی خوب میدونی که دوباره حالت خوب میشه، میگی و میخندی، تو خوب میشی بابا بزرگ، خوب میشی، میدونم حالتون خوب میشه بابا بزرگ. ببخشید زنمو. من چند دقیقه بعد بر میگردم بابا جون. الو صادق، من الان خونم. هیچ کس شک نکرد، همه فکر کردن من فلجم. تو چی کار کردی؟ با دکترا در قبال یکم پول توافق کردم، به هیچ کس حقیقتو نمیگم، همه فکر میکنن که شما فلجی. این فقط یکی دو روز به نفع ماست، سری باش، باید این موضوع چنار رو حل کنیم. یه چیزایی پیدا میکنم آقا فهمی. یکی داره میاد. باشه. نه ازگر، پیش اویکو نبودم راستش، اتفاقات بدی افتاده، بابا بزرگم فلج شده. یعنی چی؟ عمو فهمی الان فلج شده؟ باورم نمیشه مرد. کاری از دست من برمیاد، اگه میاد بگو. نه داداش ممنون، تو الان بیخیال مکان شو، کاری از دستمون برمیاد، باید منتظر بمونیم. پسر منم وقتی پیدات نکردم فکر کردم با اویکوی. البته البته اونم داستانش جداست. چی شد؟ تونستی اویکو رو پیدا کنی؟ پیدا کردم ولی خیلی مطمئن نیستم اونی که پیدا کردم اویکو بود یا نه. یعنی چی؟ این کار تمومه داداش، من این همه مدت خودم رو گول می زدم. وقتی من منتظر اویکو بودم اون با اوز تاریخ عقد مشخص کرده، جمعه قراره با همدیگه ازدواج کنن. اوزگور باورت میشه؟ چی؟ یعنی چی مرد؟ نپرس داداش، باور کن منم نمیدونم چطوری ممکنه. دخترم تو چرا اصلا به حرفای من گوش نمیدی؟ مامان تو به من گوش نمیدی، انگار همش اشتباه میکنم، هر تصمیمم و زیر سوال میبری. دخترم چون میترسم خوشبخت نشی. مامان من خوبم، فقط میخوام این کار زودتر تموم بشه و بره. دخترم اما تو روز جمعه حتی لباس عروستم آماده نمیشه. مامان من که لباس عروس نمیخوام. این چه حرفیه دخترم، مگه میشه من تو رو توی لباس سفید نبینم؟ ولی مامان من که لباس عروس دوست ندارم، یه لباس سیاه و شیک بدوزی کافیه. بعدش هم این آرزوی بچگی من بود، اگه باور نمی کنی از آبجین بپرس.
لباس سیاه؟ باشه، هر جور که خودت میخوای عزیزم. خوشحالی تو از همه چیز واسم مهمتره. دیگه هیچی نمیخوام اوی کن. مامان جون، بابا خوش اومدی. ممنون اوز. اینم از چای شما نوش جون. گفتم یه سر بهت بزنم. کار خوبی کردی بابا. پس خبرها رو شنیدی؟ چه خبری؟ من و اویکو واسه جمعه وقت عقد گرفتیم. ازدواج میکنیم بابا. همین جمعه؟ آره همین جمعه. اوز ببین، اگه اون آدم از من پرسیدن بگو منو ندیدی، فهمیدی؟ بگو منو اصلا اینجا ندیدی. باشه. داداش، داداش شوکت اینجاست یا نه؟ نه داداش، شوکت دو سه روزی میشه نیومده قهوه خونه. دمت گرم، دیدیش سلام برسون. ای به چشم. من باید فوراً پولشونو پیدا کنم. لیلا خانوم، میدونی این وضعیت خیلی به دل من ننشست. حالا که شما تو این وضعیت هستین، بیاین یه وقتی که کار کنیم. برعکس، کار کردن حالمو بهتر میکنه. باشه پس حق دارین. راستش کار کردن واسه من بهونه بود، میخواستم فقط شما رو ببینم. لیلا خانم شما مهمین. به طراحی نگاه کنیم؟ آره بله، چرا که نه، نگاه کنیم. این لیلا خانم. تو چطور جرأت کردی؟ تو چطور جرأت کردی با من اینطور حرف بزنی؟ جسارت طرف رو ببین. چنار چه خبره؟ صدا میزنم ولی توجه نمی کنی. بیا بشین، آروم باش. متوجه نشدن دنیز، ببخشید. راجبه یالچینه؟ با هم چی گفتین؟ چند وقت پیش یه چیز عجیب به هم گفت. گفت من خانوادتو کشتم. یعنی چی؟ منم تعجب کردم و رفتم از بابا فهمی پرسیدم. بابا فهمی هم گفت دروغ میگه، همچین چیزی نیست. ولی توی این مدت دل تو دلم نبود. نمیدونستم چی کار کنم. برای همین رفتم از یالچین پرسیدم. گفتم چرا همچین چیزی رو گفتی؟ میدونی چی جواب داد؟ گفت میخواسته منو از خانواده جدا کنه، برای همین گفته. باشه ولی دلیلش هر چیزی هم باشه، چرا آدم باید همچین دروغی بگه؟ نمیدونم دنیز، من الان هیچی نمیدونم. نمیدونم کی درست میگه، کی غلط، کی حق داره، کی نه. سردرگمم دنیز، نمیدونم باید چی کار بکنم. من کنارت میمونم، بار دوشتو تقسیم میکنم. کافیه دیگه چنار، کافیه. خودتو ناراحت نکنی، بیشتر از این خودتو خسته نکن، خواهشن. تو این موقعیت تنها دلخوشیم تویی دنیز. بابا جون بیچاره، فهمی کجابی به اون بزرگی، حالشو ببین. بهت یه چیزی بگم، دکترها راجبت اصلا مثبت صحبت نمی کنن. میگن خیلی زنده نمیمونی، به زودی حلوا تو میخوریم بابا جون. تو الان چیزی حس نمی کنی نه؟ من امسالها حس می کردم دوستم نداری. تقدیره. الانم تو هیچی احساس نمی کنی. چقدر تلخه. اگه تو رو همینجا خفه کنم، انقدر بیچاره و بدبختی که حتی نمیتونی از کسی کمک بخوای، نه؟ همینطوره؟
این شیطون کوچولو آسینو ببین، تلفن رو من قطع میکنه. باشه آسین خانم، حالا من میام پیش تاره. رابطه من و یالچینو باید حتما بفهمه. بله عزیزم. عزیزم میشه فوراً بیای پیش من؟ چی شده؟ چیزی شده؟ آره باید فوراً اینجا باشی، خواهش میکنم. الان میام. اینجا تموم نشد، بازم همدیگر رو میبینیم. مرتی که یعوزی ببخشین لیلا خانم، باید جواب بدم. بفرمایین. تو کجایی محمود؟ اصلا صدایی ازت در نمیاد، ببینم خبری هست؟ والا آره هست، بهتره هم دیگر رو ببینیم. من خونه تابستونیمم، بیا صحبت کنیم. باشه. لیلا خانم، من یه کار مهم واسم پیش اومد، با اجازتون من باید برم، ببخشین دیگه. باشه بعدن ادامه میدیم. عالیه، بعدن ادامه میدیم. روزتون بخیر. روز شما بخیر. به امید دیدار. تا دم در همراهیتون میکنم. بفرمایین. پاشو تنبل خان، امروز کلی کار داریم. چی کار میکنی مامان؟ اینا چیه؟ دخترم گفتی واسط لباس بدوزم، الان شروع کنم تا فردا تمومه. مامان من امروز اصلا حال ندارم، میشه بعدن. تو رو خدا اینقدر اذیتم نکن دخترم، وقتی اینقدر عجله داری باید فکر اینجاشم میکردی دیگه. ولی من دوست ندارم سایزمو بگیری. دخترم هیچ کس دوست نداره، اما اگه میخوای لباست درست اندازت باشه مجبوری تحمل کنی. دستتو نگهدار ببینم. آهو خانم، مهمون دارین. کیه؟ آقا شوکت خوش اومدین. سلام آهو خانم. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. سوزان تو میتونی بری. چشم خانم. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم پولمو بگیرم، وقتشه که قصه دومتم بدی. یکی صدا تو میشنوه، بیا بریم بیرون. الو عشقم، آروم باش، من خوبم. گفتی جدیه؟ بیا. همه اینا رو واسه بچه‌مون خریدم. چه چیزای خوشگلی خریدی؟ وقتی دیدم خوشم اومد دیگه. باشه دختر، ولی اینا که آبیه، یعنی هنوز جنسیتش مشخص نیست. اگه دختر باشه چی؟ بی خیال، چه فرقی داره؟ بچه‌مون که به دنیا بیاد باید همه رنگا رو بپوشه، نه؟ خیلی قشنگه. بچه ما، نه؟ بچه ما. هیچ معلوم هست کجایی محمود؟ اگه زنگ نزنیم اصلا زنگ نمیزنیم و احوال نمیپرسی. داداش نگو دیگه، واسط خبرهای خوبی آوردم. خبرهای خوب و دوست دارم. خیلی خوب، تعریف کن ببینم. خب درسترش اینه که بگم یه خبر خوب و یه خبر بد آوردم. از خبر خوب شروع کن. فهمی کجابی فلج شده.
چی میگی تو؟ آره ببین این واقعا خبر خوبیه، خیلی ممنون. عدالت خداوند دیگه، دمش گرم. والا داداش اونجا شده که نمیدونم، موضوع خودته و دشمن خودت. خب خبر بعد چیه؟ شریک جون، شریک قدیم، من با اجازت از شراکت جدا میشم. منظورت از این حرف چیه محمود؟ تکین، من عاشق لیلا شدم. تو همچین وضعیتی هم درست نیست که این شراکت ادامه پیدا کنه تکین. چنار همه چی رو فهمی؟ فهمی هم بگیم پاش لب گوره دیگه، نزدیکه بمیره. من دیگه میخوام واسه خودم یه صفحه جدید تو زندگیم باز کنم. چی بگم؟ مبارک باشه واسه هممون. آقا فهمی این مرد چشه؟ بابا فهمی فلج شده، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، نمیتونه هیچ کاری انجام بده. خب میفهمی این یعنی چی آقا شوکت؟ تو دیگه نمیتونی منو تهدید کنی. زود باش تعریف کن، بگو که دنیز دختر منه، بگو زود باش. تموم شد شوکت، هیچ کس هیچ وقت نمیفهمه دنیز دختر منه. دیگه بابا فهمی نیست که بتونی باهاش منو تهدید کنی. از این به بعد یه قرونم بهت نمیدم. از اینجا گم شو برو. پشیمون میشی آهو، این کار اینجا تموم نمیشه. نمیخواستم اینجوری بفهمی بابا، مجبور شدم همه چیزو بگم. خیلی خوب، نمیتونی به کسی چیزی بگی مگه نه بابا؟ دنیز دختر آهوه. باید یه جوری حقیقت رو بفهمم. داستان زندگیم شده یه کلاف سردرگم. عزیزم حق داری، اما وضعیت بابا فهمی مشخصه. اینو میدونم دنیز، ولی من باید پیدا کنم کی خانواده منو کشته. نمیتونم تظاهر کنم که هیچی نشده، نمیتونم دست رو دست بذارم که هر کی دلش خواست با هم بازی کنه. به نظرم از داداش یالچینت شروع کن. چرا؟ بابا فهمی میگفت که داداشت دروغ میگه. از داداشم هم پرسیدم، گفت برای دور کردن تو از خانواده هم گفتم. چرا باید برم از اون بپرسم؟ من خیالم راحت نیست چنار، فکرشو بکن، کی میتونه همچین تهمتی رو قبول کنه؟ باشه ممکنه به خاطر رو دور کنه، ولی هیچ کس همچین دروغی نمیتونه بگه. حق با توه، درست میگی. شاید هدفش این بوده که منو عصبانی کنه، ولی آخه آدم چرا به خودش بگه قاتل؟ من باید دلیلشو پیدا کنم. به دلایل محکم نیاز دارم دنیز. دنیز چاره دیگه ای نیست، باید حرفای تکینو بشنوم. دنیز، اگه تکین درست بگه توی این پرونده چیزایی هست که به دردمون میخوره، باید قشنگ بررسی کنی. کجا داری میری؟ کافه. مرد پدر بزرگت مریضه، اون وقت تو میری سر کار؟ چی کار کنم؟
زندگی ادامه داره، درست نمیگم؟ هرکی کار زندگی خودشو داره. مثلا تو با آقا محمود کارهای مهمی داری. بگذاریم، من اصلا وقت شما رو نمیگیرم، شما کار دارین. منظورت از این حرف چیه؟ میگم که توی عشق باختم، حداقل برم پول در بیارم بهتره. یعنی بعد از من چی شد؟ مرد تونست با آیکو حرف بزنه؟ ای کاش بتونم بفهمم. لیلا خانم؟ سرم، مرد خیلی ناراحته. چیزی شده که من نمیدونم؟ نه، من چیزی نمیدونم، ولی میفهمم، نگران نباشین. خیلی ممنونم. به امید دیدار. نقشم به درد خورد، نوبت مرحله دومه. دستاتو بلند کن ببینم. مامان تموم نشد، من خیلی خسته شدم. اگه کم تکون بخوری زودتر تموم میشه. بلند کن. ولی من کلافه شدم. آی، چرا انقدر بچه بازی در میاری؟ تو روز عروسیت لباس سفید نمیپوشی، حداقل لباست اندازت باشه. اوف، چه روز خوبیم هست. اینطوری زیر زبونی حرف نزن، بلند بگو تا منم بشنوم. مامان بس دیگه، خسته شدم، بعدن انجامش بدیم. آی باشه باشه، عروس خانوم از همین الان داره ناز میکنه. تو هم واسه من شدی درد سر. پس من برم لباسای باباتو اوتو کنم، بعدشم ببینم چه چیزایی لازم داریم که بریم اونا رو بخریم. آی آیکو، اصلا واسم حواس نذاشتی دخترم. ببین دارم چی میگم. روز عروسیم بهترین روز زندگی من نیست، برعکس، اون لباس نماد بدترین روز منه. اگه بخوام برم لب دریا باید آفتابم با خودم ببرم. آخه این چه وقت فلج شدن بود آقا فهمی؟ بله شوکت، چی میخوای؟ ای کوفته، چی میخوای؟ شوکت، من اعصاب ندارم، بگو چی میخوای؟ الان صدامو داری آیسل؟ آره بگو. آیسل، همسر عزیزم، الان عصبانی نیستی؟ نه خیرم، صداتو که میشنوم عصبانی تر میشم. محض رضای خدا این کارو نکن آیسل. ببین تو رو خدا، بذار بیام خونه عزیزم. نه یا شوکت، از هر کی قرض گرفتی برو پیش همون بخواب. الان بیچاره شدی شوکت، این زن عمرن تو رو ببخشه. باید اینجا نشونه هایی باشه که ما رو به حقیقت برسونه، ولی کجاست؟ یه لحظه. چنار، تو با رئیس بیمارستانی که خانواده توش فوت کردن حرف زدی؟ نه عزیزم، هیچ وقت. اگه اسم بیمارستانو بلد بودم شاید صحبت میکردم، ولی کاش که از بابا فهمی میپرسیدم اسمشو، از اونم نپرسیدم. دیگه میدونی اینجا نوشته؟ دنیز تو واقعا فوق‌العاده ای. اگه از بیمارستان به برگه فوت دسترسی پیدا کنم خوب میفهمم کی راستشو میگه کی دروغ میگه. چیزی نمونده تا به جواب برسم. بابات حالش چطوره؟ خونه افتاده بیهوش شده، بعدش بردنش بیمارستان، درمان لازم رو انجام دادم،
آخه چرا فلج شده؟ هنوز بررسی‌ها و آزمایش‌ها تموم نشده. معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. خیلی ناراحت شدم. مثل اینکه تو ناراحت نشدی. البته که شدم. هرچی نباشه بابام خوبه، ولی هرچی نباشه پیر شده دیگه. سورپرایز نشدم. البته همینطوره. من وقتی ازت خبری نداشتم یکم عصبانی شدم. منو ببخش عزیزم. عشقم، بهتره دیگه راجبه چیزای بهتری صحبت کنیم، باشه؟ مثل چی؟ مثل تو، مثل بچه‌مون. مثل روزای خوبی که در انتظار ماست. برای اون روزای خوب به پول بیشتری نیاز دارم. من الان باید برم عشقم. کجا میری؟ شرکت. حالا که بابا مریض شده تمام جلسه ها افتاده گردن من. باشه عشقم، موقع برگشتن که میای. جلسه دیر تموم میشه، واسه همین بهتره برم امارات. بذار آهو شک نکنه، باشه؟ باشه، ولی بی خبرم نذار، باشه؟ باشه. خوب از خودتو بچه‌مون مراقبت کن. باشه. یالچین تا شب نمیره امارات، پس حالا وقتشه که برم پیش آسی. اومده؟ سلام. چی شده؟ چرا اومدی؟ واقعا که اویکو، مگه میشه مهمونو دم در نگه داری؟ والا مردم ببینن نمیدونم چی میگن. میگم بگو چرا اومدی؟ حوصله تو رو ندارم. اومدی دیدی با مر چقدر خوشحالیم، نه؟ دیدم، ولی چرا انقدر واسط مهمه؟ خیلی کنجکاوم. نه، در اصل اهمیتی نداره. باور نکرده بودی کنجکاو شدم بعد از دیدنت با چشمات قانع شدی. اصلا به من چه سنم؟ من با اوز ازدواج میکنم و خیلی دوستش دارم. مرتم واسه من فقط یه هیجان بود که تموم شد و رفت. باشه، برو دیگه. باش اویکو، هر طور که بخوای. چندش؟ بهتر از این نمیشه. تو دیگه حذف شدی اویکو. داداش، چرا در رو بستی؟ چیزی شده؟ نه چیزی نیست، فقط دلم نخواست مشتری رو بیان. اگه یه وقت دیگه میبود میگفتم چرا، ولی باور کن منم اصلا حال کار کردن ندارم. بابا بزرگت چطوره؟ راستش خیلی خوب نیست. احتمالاً قراره که تا آخر عمرش فلج بمونه. میدونم داداش، ایشالله که خوب بشن. ممنون، ولی مثل این که بلا به دور نبوده. خب ببینم، از اویکو خبری هست؟ تاریخ عقد رو مشخص کرده. توی جبهه من اوضاع خیلی وخیمه. بی خیال من. اوزگار تو چطوری؟ توی جبهه من هم چیزی عوض نشده. مامانم به بابام فشار میاره که داداشمو بیاره بیرون. بابام یه کاری نمیشه کرد. توی خونه یه وضعیت استراباور و مزخرفه. خلاصه مرت، در جبهه شمالی هم اوضاع همونه. چیزی عوض نشده. ما چی کار کنیم اوزگار؟ به حال گریه دارمون بخندیم داداش. یا اینکه میتونیم از یه متخصص مشاوره بگیریم. چی داری میگی؟ یعنی تا این حد؟ به نظر خودت؟ درست میگی. پس باید بریم یه کاری انجام. کاریش نمیشه کرد. بریم. بله. سلام آقا مراد. چنار کجا بی هستم، خاطرتون هست؟ سلام آقا چنار. البته که به خاطر آوردنم. چه خوب شد صداتون رو شنیدم، به خدا. حالتون چطوره؟ سلامتی والا. شما؟
خیلی ممنون، ما هم خوبیم. چطور میتونم بهتون کمک کنم؟ راستشو بخوای من از شما یه خواهش کوچیک دارم. البته بفرمایید. گزارشات قدیمی یه بیمارستانو میخواستم. از شانس ما شما اونجا کار میکنی. من اطلاعات ثبت شده 25 سال پیشو نیاز دارم. ممکنه همچین کاریو برام بکنی؟ 25 سال. خیلی زیاده. یکم سخته والا، موضوع مهمیه؟ خیلی موضوع مهمیه. یه موضوع مهم و شخصی. پس حلش میکنم واسن. فقط کافیه که شما اسم بیمار و تاریخی که تو بیمارستان بستری شده بودن رو واسه من بفرستی. خیلی ممنون آقا مراد. من فوراً اطلاعاتو براتون میفرستم. به امید دیدار. خدا نگهدار. روز بخیر. گفت سخته ولی حلش میکنه. امیدوارم حلش کنی. باید یه تماس دیگه بگیرم. آقا فهمی اینجا حداقل بیرونو میبینین باشه، خیلی منظرش خوبه. سلام. خوش اومدین الا خانم. ممنونم. داشتم رد میشدم، گفتم بیام یه سر به آقا فهمی بزنم حالش چطوره. خوبه انشالله. آقا فهمی میبینین چقدر همه دوستتون دارن؟ ماشالله هم تلفن رو زنگ میخونن هم مهمون میاد. بلا به دور باشه آقا فهمی. انشالله. شما اصلا نگران نباشین، خوب میشین. شما خاکتون قدیمیه، چند روزه خوب میشین. بیا یه لحظه. بفرمایین خانم. یعنی تابلو نکردم ولی مثل اینکه وضعش خوب نیست. متاسفانه همینطوره. شانسی برای خوب شدنش هست؟ دکترها میگن خوب میشه ولی نمیشه از خدا قطع امید کرد. البته همینطوره، امیدوارم خوب بشه. ببخشین من حواسم نبود. ببینم چیزی میخورین؟ نوشیدنی چیزی براتون بیارم؟ آره یه دم نوش. باشه فوراً میارم. آقا فهمی، میخواستم وقت شما سالمین خبر بدم و خوشحالتون کنم، اما فکر کنم قسمت نبود. تبریک میگم، بازم دارین بابا بزرگ میشین. یالچین منتظر یه بچه است. این زن اینجا چی کار میکنه؟ الا آسین جون، میشه بگی تو اینجا چی کار میکنی؟ راستشو بخوای برای عیادت آقا فهمی اومدم اینجا. باشه، عیادت کردی و تموم شد، دیگه میتونی بری. از قدیم چی گفتن؟ عیادت مریض باید کوتاه باشه. خوب شد که دیدمت. باید باهات راجع به یه موضوعی حرف بزنم. بعد از تهمتی که بهم زدی با تو هیچ حرفی ندارم، فهمیدی؟ میشه لطفاً بری؟ باید حرفامو حتماً گوش بدی.